سلام امیدوارم هر جا هستین مثل همیشه حال دلتون عالی باشه و لبتون خندون و سرشار از انرژی مثبت باشین میلاد بهرامی هم با یک جلسه آموزشی دیگه از دوره HTML CSS در خدمتتون هستم توی این جلسه میخوایم در مورد ویژگی دیسپلی با هم صحبت کنیم و با یک ویژگی خیلی خیلی مهم توی CSS آشنا بشیم که به شدت کاربردی هست توی پروژه های واقعی که قرار هست با همدیگه انجام بدیم خب اومدم وارد وبسایت W3 اسکول شدم که به این مبحث رو از روی سایت W3 schools با هم دیگه بخونیم که یه بار دیگه متوجه بشید که این وبسایت منبع تموم دورهای آموزشی هست که توی سطح اینترنت موجود هست یعنی 90 درصد دورهای آموزشی مطالب رو از کجا میارن سرفصل رو از کجا میارن از وبسایت های مرجع میارن از رفرنس های اصلی میارن و اونا رو تبدیل میکنن به یک دوره آموزشی پس اگه شما بتونید با این وبسایت یا هر وبسایتی که منبع اصلی هست اون رفرنس های اصلی رو اگه بتونید باشون ارتباط برقرار کنید میتونید خودتون بیاید یاد بگیرید مطالب رو یعنی نیاز نیست که حتما دوره آموزش شرکت کنید هرچند که دوره آموزشی به شرط اینکه با کیفیت باشه یه سری مزایای منحصر به فردی واسه خودش داره اون این هست که توی زمانتون صرف جویی میشه مدرس داره تجربه یه چندین سالش رو در قالب یک دوره آموزشی به شما منتقل میکنه همون مطالب رو هم میتونید بدون دوره آموزشی یاد بگیرید ولی قطعا باید زمان بیشتری صرف کنید چون باید خودتون بیاید بخونید تمرین کنید تست کنید به نتیجه گیری برسید ولی اگر یه دوره آموزشی واقعا با کیفیت باشه توی زمانتون خیلی میتونه باعث صرف جویی بشه خب یه مطلب دیگه هم بگم این وبسایت w 3 رو ببینید صفحه اولش رو که اخیرا همین چند روز پیش بود که صفحه اولش رو تغییر دادن خیلی جذاب و جالب شده به نظر من یکی از قالب هایی که قرار هست با هم دیگه طراحی کنیم یکی از پروژه هایی که قرار هست با هم دیگه انجام بدیم همین وبسایت هست یعنی میایم و صفحه اول وبسایت دبلیو 3 رو دقیقا همین چیزی که دارید اینجا میبینید رو با همدیگه دیگه تراحی میکنیم می‌کنیم دقیقاً مشابه این قالب رو توی یکی از پروژه هامون طراحی می‌کنیم اینم بهتون گفتم که بدونید دوره واقعا کاربردیه یعنی انتهای دوره شما میتونید هر قالبی رو با هر میزان پیچیدگی به راحتی طراحی کنید خب، بریم توی این قسمت توتوریالز و وارد Learn CSS بشیم از این منو میام و CSS Display رو انتخاب میکنم میخوام در مورد ویژگی دیسپلی واسطون صحبت کنم یه مقدار هم روی صفحه زوم میکنم که راحت تر بتونید مطالب رو ببینید خب، تیت زده CSS Layout the Display پراپرتی بچه ها لیوت یعنی طرح یعنی چیدمان اون طرح اصلی صفحه رو چیدمان عناصر کنار هم رو بهش میگیم لیوت صفحه خب گفته the display property is the most important CSS property for controlling layout میگه پراپرتی دیسپلی پراپرتی یعنی ویژگی ویژگی دیسپلی the most important مهمترین ویژگی CSS هست واسه کنترل کردن چیدمان یک صفحه وب واسه کنترلینگ لیوت واسه کنترل کردن لیوت یا طرح یا چیدمان صفحه همون. خب the display property the display property specifies if or how an element is displayed میگه ویژگی دیسپلی مشخص میکنه که عناصر چگونه باید نمایش داده بشن خود معنی دیسپلی میشه نمایش دادن که از معانیش میشه نمایش دادن با استفاده از ویژگی دیسپلی ما میتونیم مشخص کنیم که یک عنصر چطوری باید توی صفحه نمایش داده بشه ویژگی دیسپلی میتونه مقادیر مختلفی رو بگیره دو تا از مقدارهای اصلیش مقدار بلاک و اینلاین هست که باهاش آشنا شدیم وقتی دیسپلی یک المنتی یک عنصری بلاک باشه یعنی اینکه کل عرض کانتینرش رو بگیره و عناصر دیگه نتونن کنارش باشن اگر هم دیسپلی یک عنصری از نوع اینلاین باشه یعنی به صورت خطی میتونن کنار همدیگه قرار بگیرن و کل ارز کانتینر یا نگهدارندش رو اشغال نمیکنه بلکه به اندازه محتوای درونش ارزش اشغال میکنه خب بعد اینجا اومده گفته بلاک لول المنت چند تا از عناصری که از نوع بلاک هستن رو معرفی کرده گفته عنصر دیو که باش با آشنا هستیم عناصر H1 تا H6 که بازم باش اش آشناییم و عنصر پی که باش با آشنا هستیم عناصر فرم و هدر و فوتر و سکشن هم از نوع بلاک هستن که ما هنوز باشون با آشنا نشدیم پایین تر تیت زده اینلاین المنت عناصر اینلاین رو اومده معرفی کرده و سه از عناصر اینلاین رو اینجا آورده عناصر اسپن که باهاش آشنا شدیم عنصر ای که واسه یه لینک هست که باهاش آشنا شدیم و عنصر ایمیج که با این هم آشنا شدیم خب تیتر بعدی گفته دیسپلی نان بعد ببینیم چی نوشته بخونیمش گفته دیسپلی نان is commonly used with javascript to hide and show elements حالا دیگه ادامه شو نمیخونم گفته که دیسپلی نان به صورت رایج استفاده میشه با جاوا اسکریپت معمولا همراه با جاوا اسکریپت استفاده میشه تو هاید اند شو المنتس واسه یه مخفی کردن یا نمایش دادن یک المنت حالا یعنی چی بیاید بالا تر بیاید بالا دقت کنید اینو الان زیر این دکمه سبز رنگ یه دونه عنصر ما داریم که دیسپلیش روی حالت نان هست وقتی دیسپلی یک عنصر رو ما بذاریم روی حالت نان یعنی مخفی بشه اون عنصر نان معنیش میشه هیچ یکی از معانی نان میشه هیچ خب میگیم دیسپلیش یعنی نوع نمایشش بشه نان بشه هیچ یعنی نمایش داده نشه الان یه عنصری زیر این باکس سبز رنگ وجود داره که دیسپلیش نان هست یعنی نمایش داده نمیشه مخفی شده وقتی ما روی این کلیک کنیم با استفاده از جاوا اسکریپت میره و دیسپلی اون عنصر رو از نان مثلا تبدیل میکنه به بلاک و نمایش داده میشه الان دقت کنید اگر روی این کلیک کنیم ببینید یه عنصری یه باکسی زیرش باز شد حالا با جاوا اسکریپت و این داستانها هم آشنا خواهیم شد توی دوره های بعدی فقط خواستم که یه مثال هم از جاوا اسکریپت زده باشم که بدونید چه کاربردی داره مثلا روی یک دکمه کلیک کنیم چه اتفاقی بیفته این یکی از کاربردهای های جاوا اسکریپت هست توی صفحات وب خب بریم پایین تر و ببینیم چی گفته پیچی دیگه تا همینجا بس اگر خودتون خواستید بیاد ادامه مقاله رو بخونید بریم روی نرم افزار برکت این چیزایی که اینجا گفته رو با هم دیگه تستش کنیم خب اینجا میام یه دونه تگ پی درست میکنم و متن داخلش رو مثلا می میلاد بهرامی و ازش کپی میکنم دوتا همونطور که میبینید الان این عنصر کل ارز کانتینر یا نگه دارندش که همون عنصر بادی هست و اشغال کرده یعنی یک عنصر بلاک هست حالا این صفحه رو باز کنید اینجا میام روی این پی کلیک میکنم و گزینه اینسپکت رو انتخاب میکنم گزینه اینسپکت رو انتخاب میکنم ببینید اینجا کد های HTML من رو داریم میایم روی این تگ P تگ پی رو انتخاب کنیم حالا اینجا رو دقت کنید توی قسمت یوزر ایجنت استایل شیت گفته که عناصر P دیسپلیشون ویژگی دیسپلیشون به صورت پیش فرض بلاک هست ببینید نوشته دیسپلی دو نقطه بلاک user agent style sheet چی بود استایل هایی که ویژگی های سی که مرورگر به صورت پیش اعمال میکنه علاوه بر اینکه عناصر پی دیسپلی به صورت پیش فرض بلاک هست یه سری مارجین پیش هم دارن که باش آشنا شدیم یه بار دیگه واسه یاداوری اینجا دقت کنید عنصر پی این ناحیه کانتنتش هست پدینگ نداره به صورت پیش فرض نداره ولی از بالا پایین مارجین 16 پیکسل داره به صورت پیش فرض و الان هم یاد گرفتیم که دیسپلیش هم به صورت پیش فرض تنظیم شده روی حالت بلاک خب بریم سراغ ادامه بحثمون میایم اینجا عنصر پی رو میخوایم یه سری ویژگی ها بهش بدیم مثلا میگیم بک‌گراند کالرش بشه لایت گری و مثلا یه عرض مشخص بهش بدیم بگیم ویتش بشه 100 پیکسل خب الان انانسور پیمون از نوع بلاک هستن یعنی دیسپلیشون روی حالت بلاک هست دقت کنید ویژگی دیسپلی میتونه مقادیر مختلفی بپذیره اینجا دارید میبینید بلاک flex, grid, inherit, inline, inline block, inline flex, inline grid, inline table, list item, none, تیبل, table, table cell خلاص مقادیر مختلفی هستن که توی جلسات مختلف هر کدوم از اینا رو توضیح میدن واسه اکثر مدرس ها چی کار میکنن وقتی میخوان دیسپلی رو توضیح بدن میان تک تک مقادیری که میتونه بپذیره الان میبینید که کلی مقدار میتونه بپذیره همه رو میان توضیح میدن و همونجا ما رو گیج میکنن ولی من توی جلسات مختلف و با مثال با مینی پروژه تک تک اینا رو واسه توضیح میدم نمیام همه رو یه دفعه بهتون بگم که گیجتون کنم هر کدوم رو با, با مینی پروژه با مثال کاربردش رو کاربرد واقعیش رو توی صفحات وب با همدیگه یاد میگیریم اینجوری خیلی بهتر یاد میگیرید خب ببین دو تا از مقادیرش یکی بلاگ هست یکی این لاین الان به صورت پیش فرض دیسپلی عناصر پی روی حالت بلاک هست یعنی چه اینو بنویسیم چه ننویسیم این به صورت پیش فرض در نظر گرفته میشه حالا ما میتونیم بگیم عناصر پی مون دیسپلیشون این لاین بشه چه اتفاقی میافته دقت کنید اگر دیسپلی عناصر این لاین باشه یعنی خطی باشن میتونن توی یک خط کنار هم دیگه قرار بگیرن دقت کنید الان می نویسم دیسپلی این لاین دو تا اتفاق افتاد یکی این که دیگه ارزششون شد به اندازه محتوای درونشون یعنی ویژگی که عناصر این لاین دارن اتفاق دومی که دو تا پیمون اومدن به صورت خطی کنار هم قرار گرفتن پس میتونیم تنظیمات پیشفرز عناصر رو ما به هم بزنیم اما یه اتفاق دیگه هم میفته چه اتفاقی اینکه دیگه چون نوع عنصر رو کردیم اینلاین دیگه نمیتونیم ارز و ارتفاع بهش بدیم یعنی اگه الان اینو بکنیم 200 پیکسل هیچ اتفاقی نمیفته بکنیمش 300 پیکسل اتفاقی نمیفته یا نمیتونیم بهش هایت بدیم میگیم مثلا هایت 500 پیکسل داشته باشه توی جلسات قبلی بهتون گفتم عنصر اینلاین رو نمیتونیم ارزو و ارتفاع و مشخص کنیم حالا برعکس این قضیه رو با هم دیگه تست کنیم یعنی چی یعنی مثلا بیایم تگ A داشته باشیم تگای A به صورت پیش فرض از نوع چی از نوع این لاین هستن و مثلا اینجا می نویسم گوگل خب اینو ازش یه دونه دیگه هم کپی کنم دو تا از این انانسور کنار هم داشته باشیم الان می بینید که کنار هم دیگه قرار گرفتن یعنی انانسور A به صورت پیش فرض از نوع اینلاین هستن. خطی هستن حالا ما میخوایم اینو عوض کنیم تنظیمات پیش فرضش رو میایم توی CSS انتخابش میکنیم میگیم که عناصر A رو انتخاب کن اول بیام یه بک‌گراند کالر رو بهشون بدیم مثلا بک‌گراند کالر رد بهشون بدیم بک‌گراند کالر قرمز خب ببینید به اندازه محتوای درونشون عرض گرفتن پس از نوع اینلاین هستن حالا ما میخوایم اینا رو تبدیل کنیم به نوع بلاک میگیم دیسپلیشون یعنی نوع نمایششون بشه بلاک خب اتفاقی که میفته اولا اینکه رفتن توی سطح های جداگونه یعنی دیگه توی یک خط کنار هم قرار نگرفتن اتفاق دومی که میفته اینه که کل ارز کانتینرشون رو اشغال کردن یعنی اناسور ای که از نوع اینلاین بودن رو تبدیل کردیم به عناصر بلاک خب حالا یه چیز دیگه این دیسپلی بلاک رو یه لحظه من پاک کنم الان از نوع اینلاین هستن پس طبیعتا ارزو و ارتفاع نمیتونن بپذیرن یعنی اگه بگیم ویتشون بشه مثلا 500 پیکسل هیچ اتفاقی نمیافته اما اینا رو تبدیل کنیم به عناصر بلاک میگیم دیسپلیشون بشه از نوع بلاک خب یه مارجین هم بهشون بدیم که از هم جدا بشن یه مارجین 5 پیکسل هم بهشون بدیم حالا که عناصر ای رو تبدیل کردیم به نوع بلاک میتونیم ارزو ارتفاع بهشون بدیم مثلا میگیم که وید 150 پیکسل داشته باشند دقت کنید الان دیگه ارز و ارتفاع رو میپذیرن یا میتونیم مثلا هایت 100 پیکسل هم بهشون بدیم ببینید هم عرض میپذیرن هم ارتفاع میتونیم مثلا دیگه چیکار کنیم همین دیگه کافیه جلسه رو بیشتر از این طولانی نمی کنم. چی یاد گرفتیم تا اینجا یاد گرفتیم که با استفاده از ویژگی دیسپلی میتونیم عناصر این لاین رو به بلاک تبدیل کنیم یا عناصر بلاک رو به این لاین تبدیل کنیم کاربردش کجاست توی مینی پروژه که توی یکی دو جلسه آینده با هم دیگه حل میکنیم کاربرد دقیقش رو متوجه میشید که توی پروژه های واقعی چه کاربردی داره خب با دیسپلی نان هم آشنا بشیم و این جلسه رو به اتمام برسونیم بیایم اینجا و دو تا تگ پاراگراف داشته باشیم با متن میلاد بهرامی یه دونه دیگه هم تگ پاراگراف داشته باشیم دوباره با متن میلاد بهرامی خب میایم به این یه دونه کلاس میدیم میگیم پاراگراف اولمون کلاس پیوان داشته باشه پاراگراف بعدیمون کلاس پی 2 داشته باشه حالا میخوایم بهشون اسلاید بدیم چون بهشون کلاس دادیم چطور بهشون استایل میدیم توی CSS نقطه اسم کلاس میگیم که پیوانمون خب اولا بیایم مثلا یه سری مقادیر بهش بدیم بگیم بگراند کالرش گری بشه خاکستری بشه مثلا پدینگ ده پیکسل بگیره ده پیکسل پدینگ گرفت و مثلا ارز مثلا دیویس پیکسل هم بگیره خب مقدار ویژگی دیسپلی این عنصر پیمون الان به صورت پیشفرض روی حالت بلاک هست حالا ما میخوایم بگیم دیسپلیش بشه نان ببین نان یعنی هیچ داریم میگیم دیسپلیش نمایشش بشه هیچ یعنی نمایش داده نشه وقتی ما نویسیم نان اون عنصر مخفی میشه خب دقت کنید بیایم به عنصر پیتومون هم یه سری ویژگی بدیم همین کدا رو کپی میکنم فقط بکگراندش رو تغییر میدم این دیسپلی نانش رو حذف میکنم بکگراندش هم از گری مثلا میکنمش گرین خب ببینید الان عنصر پی بالاییمون یعنی این عنصر که کلاس پی وان بهش دادیم دیسپلیش روی حالت نان هست یعنی نمایش داده نشه توی صفحه مخفی میشه حالا اگه این دیسپلی نان رو حذف کنیم دوباره برمیگرده سر جاش ببینید بیایم بکگراندش هم مثلا بکنیم رد که بهتر متوجه بشیم خب حالا میخوایم این عنصر پی پایینی رو مخفی کنیم دیسپلی نان اگه بهش بدیم ببینید اون پی سبز رنگمون از بین میره یا به این اگه دیسپلی نان بدیم مخفی میشه از بین میره توی صفحه حالا این ویژگی دیسپلی نان اگه با جاوا اسکریپت ترکیب بشه میتونیم کارهای جالبی انجام بدیم مثلا میتونیم یه دکمه داشته باشیم که اگه روش کلیک کردیم این عنصر مخفی بشه اگه یه بار دیگه روش کلیک کردیم دوباره عنصر نمایش داده بشه که انشالله اگر همراه من بودیم تا دوره جاوا اسکریپت با جاوا اسکریپت هم آشنا خواهیم شد و به سادگی جاوا اسکریپت رو هم یاد میگیریم خب توی این جلسه با ویژگی دیسپلی و سه تا از مقادیرش آشنا شدیم مقدار نان که باعث میشه کلن اون عنصر مخفی بشه مقدار بلاک که رفتار عنصر رو تبدیل به بلاک میکنه و مقدار اینلاین که رفتار عنصر رو تبدیل به اینلاین میکنه توی جلسه بعدی با یکی دیگه از مقادیر دیسپلی به نام اینلاین بلاک آشنا میشیم که خیلی خیلی کاربردی هست پس تا جلسه بعد به خدا میسپارمتون موفق باشین